عزیزان عرض سلام و ادب مراسم احدای جایزه نوبل در غیاب خانم نرگس محمدی به فرزندانشون و همچنین همسرشون آقای تقی رحمانی در شهر اسلو کشور نروژ با حضور یه سری از مهمانها در واقع چند تا سلبریتی و آدم های سیاسی و همچنین حضور چند حزب تجزیه طلب اهدا شد و چند ویدئوی متعدد هم از حاشیه این مراسم منتشر شد که همچنان فکر کنم در فضای مجازی در موردشون داره بحث میشه پیش از اینکه من چند ماتریال رو با شما در میان بذارم البته ماتریالی که به هر حال و صحنه‌هایی که در فضای مجازی هست من فقط اینا رو دارم میکنم و در اختیار شما میذارم من مشخص شفاف و سریح میخوام با اون عده عزیزان که کمتر با سیاست عملی در تماس هستن چند نکته رو با در میان بذارم یکی اینکه عزیزان میدونید خمینی وقتی که جمهوری اسلامی رو در واقع بنا کرد از دل نگاه خمینیستی دو جریان اساسی از شاگردانش به وجود اومد یک جریان جریان خامنه ای هست که اینها فکر میکنم که از همون سال 60 هفت هشت به این ور یعنی در به موازات مرگ خمینی آروم آروم شروع کردم که نزدیک بشن به بخشی از بدن سپاه خصوصا به لشکر محمد رسول الله در کنارش از همون ابتدا یادتون باشه که خامنه و موسوی و اینها در دوران نخست وزیری موسوی با همدیگه دیگه مشکل داشتن که اونجا خمینی وساطت کرده بود خمینی یه سری علایق به موسوی داشت تیم دومی که در مقابل خامنه ای در واقع قرار داشت به شکلی تیم رفسنجانی بود تیم خامنه ای رو در نظر داشته باشید رفسنجانی موسوی اینها رو هم همه رو مد نظر داشته باشید تازه زیرشاخی رفسنجانی موسوی اینها کلیت اصلاحات هم هست یعنی خاتمی بهزاد نبوی تا اون تیم اطلاعاتی حجاریان همه اینها اینور اون تیم خامنه ای هم که عرض کردم اون سم جدای از اینها یه سری شخصیت ها هم بودن که اینها تو خود جمهوری اسلامی حذف شدن مثل متحری بهشتی اینها آدمایی بودن که به حال گنده بودن در خود بدنه جمهوری اسلامی و میتونستن در آینده برای خامنه ای و رفسنجانی شاخ بشن که حذف شدن ماجرای به رهبری رسیدن خامنه ایو که من پیش از اینم توی برنامه اشاره کردم و کمک رفسنجانی و بعد پشیمونیش و بعد حذفش اینها رو هم طبیعتاً که میدونید و در کنارش من فقط اشاره بکنم که واقعیتش اینه که در جدال بین تیم رفسنجانی و خامنه ای تیم رفسنجانی شکست خوردن اینها تمام پروژه هایی که میتونستن در واقع بیارن رو و جلوی خامنه رو در واقع بگیرن قدرتش رو محدود بکنن انجام دادن آوردن بالا ولی خب در بسیاری از موارد به حال اینها شکست خوردن نتونستن اون قدرتی که لازمه رو به دست بیارن اما تیم رفسنجانی همچنان زنده است نگاه رفسنجانی رو وقتی که میخواید بفهمید و بشناسید باید اولا سخنرانی های خودش رو ببینید که چقدر نزدیک بود به جوانها بحث هجاب رو شل کنید بحث روابط با آمریکا رو یه مقدار سبک بکنیم، رابطه با کشورهای خلیج فارس خصوصا عربستان رو در واقع ترمیم بکنیم آزادی های فرهنگی آزادی های سیاسی نه آزادی های فرهنگی بهبود اقتصاد خب اون یه لقب سردار سازندگی که بعد شد سردار بازندگی اونها را هم مد نظر داشته باشید یعنی چه این چهره ای از خودش میخواست بسازه که به طعم و مزاق در واقع خوش نمی اومد حزب رفسنجانی یک حزب تحقیرآمیز و بسیار تلخ بود شکست بسیار عمیقی بود یعنی شما تصور بکنید کسی در مقام و مرتبه رفسنجانی تایید صلاحیت نشه از این تحقیرآمیزتر وجود نداره خامنه پیش از این هم بارها و بارها رفسنجانی رو تحقیر کرده بود اینا رو من گفتم که به چه نقطه‌ای برسیم به اون جمله طلایی سعید حجاریان مغز اطلاعاتی جمهوری اسلامی اونجایی که با تعبیری نزدیک به این میگه میگه زبان جمهوری اسلامی باید از دهان سلبریتی ها بیرون بیاد این لایه بسیار لایه پیچیده ایه. یعنی بررسی کارهای اطلاعاتی امنیتی که اینها دارن انجام میدن خصوصا تیم رفسنجانی که همچنان زنده هستند و الان سکاندارش فایز است اما عقب بحثی بسیار جدی ما امروز دیگه با جرأت و سراحت میتونیم بگیم که یک پیوند نامبارکی بین باند هاشمی کلیت اصلاح طلب تا اندازه حتی مجاهدین و در کنارش بخشی از گروه های تزیه طلب وجود داره اینو کجا میبینیم موقعی که اینها رو یک صفحه قرار میگیرن و یکی دو تا سلبریتی هم میارن اونجا چند نفرم ممکنه بازی خورده باشن من دیدم اونجا چند نفرم به حال اونجا بودن که اینها هیچ رابطه سیاسی مشخصی ندارن اما ظاهرا رو دعوت شدن گفتن مثلا مراسم نوبل اون بیچاره هم رفتن ادعی هم بودن که نه مشخص رفتن و ویدئویی بیرون اومده و این ویدئو ویدئوی مهمیه انگار با برنامه و مشخص ویدئوه از بغل ضبط شده آی محتدی رئیس حزب کموله به همراه گلشیفت فراهانی جمله های این چنینی بیان میکنن که ما هم پیمانیم هم پیمان بر سر چه نگاه کنیم ما هم پیمان بودیم همیشه هستیم تا بعد هستیم ما هم همیشه پروژه اصلاحات شکست خورد، پروژه روحانی و اون بحث امید شکست خورد، بعد از اون رئیسی رسید و الان قرار بر این شده که از دل زندانهای جمهوری اسلامی رهبر تراشی بشه. پیش از این چند نفر خارج از کشورم این داستان رو مدام داد می رهبر منم، رهبر توی فلان، اینجور خوزعبلات که الان داریم نتایجش می بینیم که خط کجا بود؟ الان در مراسم اهدای جایزه نوبل خانوم بلند میشه میاد اونجا و از خانوم نرگس محمدی که شما این عکسشو بگیر برو تو خیابون بگو آقا این خانوم کیه رای گیری بکنید ببینید اصلا چند نفر ما از ملت ایرانی خانوم رو میشناسن اصلا اسمشو شاید شنیده باشن این خانومو میگم نچرال لیدرشپ رهبر طبیعی جنبش زن زندگی آزادی یعنی دیگه زبان قاصر ناتوان از توضیح قضیه که بگیم چگونه یک جریان مشخص سیاسی در داخل کشور از تهران تا پاریس تا لندن تا نیویورک دارن چیزی رو پروموت میکنن که نیست روی قبر خالی در واقع دارن فاتحه میخونن که آقا ملتی بالا سرش نیست و بعد من فقط از اینجا خطاب به اون عزیزانی که لایک میکنید داد میزنید تبریک میگید فلا اینا من اینا رو انجام شده تموم شده الان دیگه باید حواستون باشه مشکلی هم نیست شما خیلی راحت میتونید بگید آقا من جزو تیم رفسنجانی هستم ادامه رفسنجانی هستم پشت خانم نرگس محمدی هستم در کنار خانم نسرین ستوده هستم شیرین عبادی همه اینها فضا سیاسی اشکالی هم نداره کسی نمیاد یقه شما رو بگیره آب چرا نگاه سیاسی اینه برو دنبالش اما شفاف باش نگو من مستقلم من فلانم من بسارم تو داری توی یه تیم میبازی میکنی و باید مشخص بگی همچنان که ما مشخص به عنوان کسانی که خودمون رو پادشاهی خواه میدونیم م... می مشخص میگیم پشت شاه هستیم شما هم بیا مشخص بگو شفاف و روشن بگو اما بریم ببینیم که چه گفته مشخص این خانم In September 2022 she took natural leadership of the women life freedom movement that erupted when 22 year old Marsha Gina Ameni was killed in the custody Of the Iranian Morality Police. The Nobel Peace Prize for 2023 goes to Nargis Mohammadi for her courageous fight for freedom and human rights over three decades and for taking leadership when a wave of protests swept over Iran. <laughs> هیچ شکی نیست که برنامه ریزی شده است یک درصد هم شک نکنید که این تیم با پشتوانی مالی با پشتوانی رسانی قوی لابی قوی اینها رسما دارن از یک هیچ رهبر میسازن به همین راحتی جایزه رو که قبلا کسی مثل خانم شیرین عبادی هم گرفته و نتایجش هم دیدیم توجه مردم رو هم دیدیم اما ببینید خیلی دیره الان الان برای خمینی سازی دیر واقعیتش الان برای این بازی های حقوق و بشری و فلان اینها دیره خیلی روشن و سریح ما میخوایم بگیم بدیلی شما نمیتونید بسازید که این بدیل پشتوانه و مشروعیت مردمی و ملت رو نداشته باشه بحث بر سر اینه که این حرفها برای جامعه غربی زیباست یعنی یک نگاه سنتیمانتال قشنگ خوبه که آقا شما نمیتونید با خامنی و تیمش صحبت بکنید اشکال نداره ما تیم رفسنجانی رو داریم ما رهبر زن داریم ما حجاب رو به قول معروف میخوایم ورداریم آزادی های فرهنگی میدیم حالا اینا رو که من از خودم نمیخوام در بیارم که روشن و مشخص تصاویر هست آقای تغییر رحمانی پیش از این در یک مصاحبه در یک جایی که به حضور داشتن ببینید از چه کسانی یاد میکنن و نام میبرن در حال برگزاری کنید این جایزه ارزشش هم این بود که به مقاومت جایزه داده شد میگه به مقاومت جایزه داده شد مقاومت اسم رمز کیاست مجاهدین خلق بریم بعدی لازم من اینجا علاوه بر نرگس از نام از زنان مقاومی در زندان های ایران نام ببرم مثل این ناهید تقوی که یک فعال سنفی است مثل سپیده قلیان که یک فعال سنفی است و و خانم گرخ ایرانی که یک فعال مدنی است همچنین از خانم فاضه هاشمی همچنین از خانم زهرا رهنورد که 12 سال در حس همه اینا یه خواسته مشترک دارن علیه تبعیض جنسیتی در ایران از سه چهار نفر نام میبره که اصولا چپ هستن دو زندانی خانم زهرا رهنورد و فایزه هاشمی دختر رفسنجانی این هم قدم بعدی اما این اسامی رو حتی بذاریم کنار یه چیز ترسناکی که آقای رحمانی میگه اینه که اینها برای یه چیز جنگیدن و مقاومت کردن اونم علیه تبعیض جنسیتیه یعنی تمام مشکلات ایران به کنار تمام بدبختی ها به کنار اینها برای تبعیض جنسیتی جنگیدن و من تعجب میکنم چرا اون دو سه نفری که چپ هستند و ما میشناسیمشون اونها چرا اعتراضی نمیکنن به این قضیه شما به خاطر تبعیض جنسیتی روز زندان رفتی فقر هیچی فساد هیچی جمهوری اسلامی هیچی اینها ترورها کشتنها آبان دی همه هیچی تبعیض جنسیتی این این چیه این این ما رو به کجا داره وصل میکنه بریم پس یه ویدئوی دیگه هم ببینیم بعضی ها هستن که تصمیم گیری میکنن و وضعیت ما رو بدتر میکنن ببینید مثلا آمریکا چه کار کرد به عراق حمله کرد و وضعیت ایران رو بدتر کرد بعد ترامپ از برجام خارج شد و خب این وضعیت رو برای ما بدتر کرد بنابراین اینها هم هست نیروهایی که در خارج هستند باید که هم، همراهی استراتژیک داشته باشند دیگه به صورت مشخص میتونید ببینید دیگه آقا رفته در کنفرانس خبری برای همین برنامه نوبل و اونجا به جای اینکه از زندان بگه از بدبختی بگه از نمیدونم فشارهای اقتصادی بگه از صادق بوغی بگه بردر رو به خاطر یه دونه رقص گرفتن رفته اونجا داره از آمریکا شکایت میکنه رفته از برجام داره شکایت میکنه که چرا برجامو شما به هم زدید خب این حرف کی حرف ظریفه جمهوری اسلامی اون بخش از بدنه جمهوری اسلامی که تم نمیتونست حرفشو با ظریف بزنه ظریف مذهکی خاص شد دیگه یادتونه امیر کبیر چه فوشا مزرش خوردیم چه جوری شد الان کجاست الان دیگه از زبان اون دلغک نمیتونه حرف بزنه یا آدم اینجوری میفرستن اونم کجا سر نوبل یعنی شما حساب بکنید برنامه نوبل جایزه صلح جهانی نفر فقط کلاشینکوفش رو نیاورده این یکی هم داره از آمریکا ایراد میگیره از برجام و ترامپ داره ایراد میگیره کجای جهانی شما من سوالم از اون عده از افرادی که همچنان میتونن دفاع بکنن و میخوان پشت این داستان باشن و نمیخوان هم خودشون رو شفاف و روشن فاش بکنن ببینید پشت چه کسانی هستید اون سانتیمانتالیسم سیاسی که

We Persians, we break the protocol. They told us specifically that we should not do this, but this is our tradition. We break the protocol. همین جو بذارید من همین تکای اول رو با شما در میان بذارم. اولا که علا حضرت نمیدونم والا حضرت اونا رو که میگن اینا فقط موقعی که در فضای ایرانی هست براشون یه مقدار سنگینه اما در مقابل غربی ها تا خ... کمر هم خم میشن که سحنه هاشو پیش از این هم دیدیم که وقتی یه سلبریتی مثلا خارجی میبینن چه جوری دست و پاشون میلرزه با اینکه هنوز توشون هستن نزدیکن رابطه دارن اما اون عقده حقارت و کمبینی خود کمبینی همچنان حضور داره و بعد شما به چه جرعتی کی اومده گفته که ایرانی ها ضد قوانین هستن ضد قواعد در واقع هستند این از کجای خودت در آوردی شما که رفتی تو یک مراسم کمترین اندازه پرانسیب ها رو داری رعایت نمیکنی. مگه مثلا دور همیه خاله راست یا اما عباس مثلا دوره هم جمع شدید ما میخوایم قواعد بشکنیم نمید. پیش از اینم ما این بازی ها رو دیدیم این کارهای سخیف رو دیدیم که نفر رفته مثلا در کنار فلان رئیس جمهور به جای اینکه اونجا بتونه حرف بزنه کار بکنه شروع کرده به حرکت عجیب غریب شو نمایش ادا صحنه سیاسی هزاران نفر میلیون ها نفر دارن شما رو میبینن و کمترین وجه ایرانی رو شما رعایت نمیکنید ادابازی این سنت ماست تو تاریخ خوندی تو سنت میشناسی کجای سنت ایرانی قاعده شکوندنه اینجوری میخوای ما رو پرزنت بکنی اینجوری ما از ما یاد بشه که ایرانی ها یه مشت آدم ضد قواعد هستن که مال سنت ماست هر جا بریم ما قواعد میشکنیم بعد بشینیم شب محتاب بخونیم و بعد بدتر از همه اینها در جایی میگه زندانی های ایرانی در ایران میرخصن زندگی دارن میکنن راحتن فلان این They are dancing in the prison in Iran. They are singing. خالد پیرزاد صد و خورده کیلو رفت داخل زندان و زیر هفتاد کیلو اومده بیرون فلج اومد بیرون سهیلا حجاب وضعیتش اونجوری خانوادگی بختیاری وضعیتشون اونجوری شرماوره تو به عنوان یک سلبریتی به عنوان کسی که دیده میشی نسبت به حرف هایی که میزنی مسئولی اونم در بدترین شرایط ممکن سیاسی ایران که هر چیزی همینجوری از دهنت میاد بلند میشی بیای بگی که شرایط سیاسی ایران خوبه اما بحث سر اینه که ما میشناسیم این وضعیت رو ما میدونیم که این خط از کجا داره تغذیه میشه همون خط اصلاحاته همون بحث گفتگوی تمدن هاست گفتگوی تمدن که سالها پیش از خاتمی شهبانو بهش اشاره کرده بود شهبانو فره و یه نامه اعتراضی هم نوشته بود حتی به سازمان ملل که آقا این شیاد های اینا کانسپت ما رو دزدیدن اینها چه میفهمن تمدن چیه که بیان گفتگو بکنن مگه شیعی اسلامی مارکسیستی مگه اهل گفتگو مگه اهل تفنگ اهل تجاوزه اهل کشتاره همین نگاه حزب توده که به اصلاح طلب ها رسید که به رفسنجانی رسید پروموت کنندش سید حجاریانه الان داره از دهنه یک سلبریتی در اسلو بیرون میاد که زندانیان ها آزادن دارن میگن میخندن خوب و خوش و همه چی تر و تمیز داره پیش میره و مردم تو ایران دارن دونه دونه زشکش خوش میشن لحظه به لحظه دارن میمیرن بحث مشخص بر سر اینه من از یه جهتی بسیار خوشحال هستم که بیش از پیش افراد دارن خودشون رو فاش میکنن موقعی که اون بحث کذایی اطلاف اتفاق افتاده بود تمام نگرانی ها به خاطر این بود و اینجاست که آدم باید صد بار دیگه تبریک بگه به علی کریمی یه فوتبالیست اونقدر باهوش حواسش بود میدونست چه اتفاقی داره میفته و بعد از اونم با اتفاقاتی که بعدش افتاد مشخص شد که اینها هم پیمان چه کسانی هستند اهدافشون چیست چگونه میخوان مثل یه کرم از درخت یه شخص بالا برن و بعد موقعی که نفوذ کردن درخت را از تو بخورن نابودش بکنن خودشون به بار بشینن که خوشبختانه شکست خود. که خوشبختانه افشا شد با تیزهوشی ملیگراها با حواس جمعی ملت ایران و ببینید من در پایان بندی یه ویدیو دیگه اینو دیگه واقعا جهت تفریح میذارم که ببینید آقای تغییر رحمانی چجوری مجاهدین رو تقریص میکنه این دیگه اصلا نوبره عادت شریعتی خوندم گفتم هنوز من جمالات شهادت شریعت که میخونم بدن مرمور میشه شریعتی میخونه بدنش مرمور میشه آخه تو نگاه بکن ما 16 15 16 سال بود وقت شریعت میخونیم اونم ادبیاتش برام جالب بود این همه سال آخه تو کجای کاری برادر شریعتی میخونی بدنت مرمور میشه بعد با با ش... با مجاهدین خلق ش... ش... شهادت جلوه پیدا میکنه با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه رابطه رو میبینی اون میگفت اون خسرو گل سرخی من که یک مارکسیست لنینیست هستم اولین بار عدالت رو نزد مولایم علی پیدا کردم اینم اینجوری ملی مذهبی یعنی دوتا بالی که یکی این ور داره میزنه یکی این هیچ وقتم به هم دیگه نمیرسن اصلا ملی مذهبی یعنی فاشیسم تجمیع اینها یعنی فاشیسم و بعد میخوای تز سیاسی در بیاری از شریعتی و شریعتی چی ادبیاتش زینب، حسین، کربلا خیلی ما خوش شانسیم عزیزان خیلی ما خوش من نمیخوام روزه بخونم و ناراحتی بکنم نه ما خوش شانسیم کلاتونو بندازید هوا و شاد باشید به خاطر اینکه این چیزا رو به خاطر اینکه 20 -30 سال پیش که اینترنت قوی نبود هنوز داستان اینجوری رو نشده بود خیلی خیلی از ما همه فریب میخوردیم نسل جدیدی ها 17 18 19 سالا خیلی شما خوش شانسید به خاطر اینکه یه نسلی قبل از شما این چیزها رو دید الان هم اینترنت هست یک دو یه سرچ میزنی نگاه میکنی در میاری و میفهمی با چه کسایی طرف هستی و این خطر خطری است که همچنان زنده است ما ماتم نباید بگیریم ما فقط باید چشم باز نگاه بکنیم رصد بکنیم ببینیم این جریان هایی که دارن کار میکنن اینها چگونه بالا اومدن چگونه تغذیه شدن چجوری دارن پیش میرن الان هم که یه میلیون خورده ای هم که گرفته بره حالشو ببره اینجوری دارن اینا پیش میرن حواس ها باید جمع باشه از سمت دیگه در فضای سیاسی عملی ایران هم همین فردا شما تصور کن جمهوری اسلامی بره به حال این یک واقعیت سیاسیه ما که نمیتونیم بیایم تمام مثلا بگیم طرفداران رفسنجانی عمر رو بکشید طرفداران ملی مذهبی ها رو بکشید مجاهدین هم بکشید اونا رو هم بکشید نمیشه این کار کرد بحث بر سر اینه که ما شفاف به قضايا نگاه بکنیم که فردا روز تو اون لحظه تاریخی و به زنگاه تاریخی وقتی که میرسه و قراره که یک جامعه دموکراتیک بسازیم ببینیم با چه کسانی طرف هستیم اون موقع نیایم مثلا یه چیز اشتباه رو به خورد مردم بدیم ما از الان باید آماده باشیم اینها هستن اینا نمیشه که کاری باشون کرد اینا هستن فقط بحث اینه که ما چگونه جامعه رو آگاه کنیم که بدونه با چه کسایی طرفه شما به انسان سالم باید بیماری رو نشون بدی نمیتونی بیماری رو ازش پنهان کنی نمیتونی بگی بچه مثلا به این جزامی نگاه نکن به این تاونی نگاه نکن نمیدونم به اون که مثلا سوزاک داره نگاه نکن نه بذار بدونه جامعه ما باید بشناسه در مورد تجزیه طلب ها که الان 21 آذر در سال روز فتح آذربایجان هم هستیم بذار بدونه که چه کارهایی میخواستن اینا بکنن و نتونستن کردستان میخواستن جدا بکنن نتونستن آذربایجان میخواستن جدا بکنن نتونستن گیلان رو میخواستن به شکلی جدا بکنن نتونستن بذار بدونن که بعد ده سال بیس سال نگذره به بگوه بگه اه ما چه کلایی سرمون رفت بحثه فقط سر اینه من استقبال میکنم از افشا شدن من استقبال میکنم از فاش شدن جریان ها. وقتی اون خانم میاد میگه من هم شما هستم و بودم و خواهم بود عالیه عالیه الان میفهمیم چرا اینا پرچم شیر و خورشید وقتی بهش میرسید دست و پاشون میلرزید مثل جن از بسم الله فرار میکردن الان میتونیم بفهمیم کمترین تعلق خاطر رو به ایران اینا دارن کمترین عشق رو به تاریخ و سنت ما دارن تو و سنت صحبت میکنه تو تو به سنت اینا رو گفتم که حواس جمع بشه بیش از پیش خطوط رو پیگیری بکنید و بدونید که فضای سیاسی تغییر میکنه با این جایز مایزه و بوغهای رسانه چیزی تغییر نمیکنه اون چیزی که تغییر میتونه بکنه با اراده ملت با هوشیاری و حواس جمعی مردم مرسی